سرخط خبر. نگرانی باشنده های بامیان از خوشساله در سال جاری. امنیت ملی میگوید در مورد حمله به مکتب سید شهدا به نتیجه نرسیدیم اما نزدیک شده ایم. افزایش به پیشین ابتلا به کرونا، نهادهای آموزشی در 16 ولایت تعطیل شد. و انفجار بر موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی، 4 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. سلام و درود خدمت همه شما بینندگان محترم سرویس خبری تلویزیون بامیان. قربان علی نوید هستم با مشروع خبرهای امروز. بر اساس پیش بینی های انجام شده است سوی ریاست های صحت عامه، مبارزه با حوادث، زراعت و انکشاف دهات، ولایت بامیان و همینطور برخی مؤسسات داخلی و خارجی حدود 57 تا 60 درصد جمعیت ولایت بامیان در سال جاری خورشیدی از خوشسالی به نحو متضرر می شوند. طبق معلومات ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، حدود 20 هزار خانواده که بخش از آنها را باشندگان ولایت های همجار تشکیل خواهد داد، به علت تواطع خوشسالی از مناطقشان بیجا خواهد شد. بر بنیاد آماری که اداره محلی بامیان در گذشته منتشر کرده بود، بیش از 60 درصد باشندگان این ولایت زیر خط فقر به سر میبرند. با توجه به پیش بینی هایی که صورت گرفته، ممکن است این آمار تغییر کند، زیرا برخی از خانواده ها به علت نبود آب و علوفه معاشیشان را با قیمت های پایین به فروش خواهد رساند و عده هم به مناطقشان بیجا خواهد شد. ولایت بامیان در مرکز کشور یکی از ولایت هایی است که بیشتر از 80 درصد باشندگان آن به زراعت و مالداری مشغولند و از این طریق امرار معاش می کنند. اما شدت خشکسالی در سال جاری به زراعت و مالداری و اقتصاد خانواده ها آسیب جدی وارد کرده است. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که در مورد شناسایی عاملان حمله بر مکتب سید شهدا در غرب کابل کار جریان دارد و میگوید که هنوز به نتیجه نرسید اما نزدیک شدند. آقای سراج اظهارات را روز شنبه 8 جوزا در نشست خبری مشترک مسئولان امنیتی در کابل مطرح کرده است و از مردم فرصت خواست تا عامل حمله بر مکتب سید شهدا را شناسایی و بازداشت نمایند. به گفته سراج، امنیت ملی در راستای شناسایی عامل حمله موتر بم در ولایت لوگر به نتیجه رسیده است که نشان می‌دهد شبکه حقانی در این رویداد دست دارد. از سوی هم گفته است که دشمن از این حملات استفاده می‌کنند و با جنگ تبلیغاتی نقاط را هدف قرار می‌دهند که باعث سوء تفاهم نزد مردم شده و فاصله میان مردم و حکومت را افزایش دهد. حمله بر مکتب سید شهدا در غرب کابل در اجده ثور انجام شد. در آن زمان دولت طالبان و طالبان دولت را به دست داشتند به این حمله متهم کردند. بر اساس معلومات خانواده قربانیان، در این حمله حدود 90 نفر کشته و بیش از 240 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این حمله را دختران دانش آموز تشکیل می دادند. وزارت صحت اعلام کرده که افزایش روزافزون بیماران مبتلا به کرونا نگرانی جدی بخش صحت و دولت افغانستان را در پی دارد و زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که هر شبانه روز بر شمار افراد مبتلایان افزوده می شود. وزارت صحت گفته است که بر اساس برنامه مبارزه با موج سوم کرونا و به منظور کاهش گسترش ویروس و کنترل وضعیت موجود، تمام دانشگاه ها، مکتب ها و مرکزهای آموزشی دولتی و خصوصی در 16 ولایت از امروز شنبه 8 جوزا برای 2 هفته تعطیلند. طبق اعلامیه این وزارت، دانشگاه ها، مکتب ها و مرکزهای آموزشی دولتی و خصوصی در ولایت های کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پروان، میدان وردک، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز و نیمروز از امروز برای 2 هفته اجازه فعالیت ندارند. روز گذشته 977 مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند که از زمان گسترش این ویروس در افغانستان به پیشینه گفته شده است. و وزارت داخله کشور میگوید که در یک انفجار ماین بر موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی ولایت کاپیسا 4 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته است که این رویداد بعد از ظهر امروز
هشت جوزا در ساحه ربات حوزه هفتم شهر چاریکار مرکز ولایت پروان هنگام رخ داده است که استادان و دانشجویان دانشگاه البرونی در حال بازگشت از آن دانشگاه بودند. آقای آریان همچنین گفته است که کشته و زخمیان این رویداد همه استادان و دانشجویان. او این رویداد را جنایت غیر قابل توجیه دانسته است. فرد یا گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفتند. سپاس از توجهتان. تا این دم تا روز دیگر، خدایا را نگهدار شما. سلام پدر. علیکم سلام. حوالی لندن رسید؟ بله خیر ببینید دخترم، بسیار در وقت کم. به خاطر که این دفعه از طریق صرافی برادران سروری فرستادم. در جای دیگر هم حواله میکند؟ بله، تمام شهرهای افغانستان و حتی کشورهای دیگه. بسیار خوب، بسیار خوب. صرافی برادران سروری انتقال پلوتان را در کمتر از 24 ساعت از لندن به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می‌سازد. با ما در تماس شوید. 2044 20 82 57 35 و 47.